به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. و با درود به شما دوستان، یاران، عزیزان، مهربانان، بانوان و سروران، درود به شما ایرانیان، ایرانیان پراکنده در پهن دشت گیتی و ایرانیان گرفتار در چنگ دزدان، قاتلان، قوادان، قاچاقچیان، مال مردم خوران، مصادره کنندگان، بی ناموسان، بی همه چیزان، امامداران، بی امامگان، ریشداران و بیریشان، کلاهیان سپاهی، سرداران، اونا که دزدی میکنن، مال مردم رو میخورن، بندر آزاد دستشونه، وادر واردات و صادرات و از رفیق سپاهیشون انتری نجات گرفتند، قبلا هم از آخوندا میگرفتند، فکولیا که دور تا دور دنیا استاد دانشگاه هستند، دکتر هستند، مهندس هستند، کراوات میزنند، میگن ما آدمیم ولی از هر حیوانی بدترند، چون نون آخوند رو میخورند، به ملت ایران خیانت میکنند، در جمع دزدانند. آخوند دزد، چه با عمامه چه بی عمامه، ریشو دزد، بی ریش دزد، سردار سپاه دزد، رئیس جمهور دزد، هیئت وزرا دزد، هیئت وکلا دزد، طویله های اسلامی دزد، خبرگان و تشخیص، قوه های سگانه دزد، البته دزدی اسلامی با دزدی این که تو بدی مثلا شکمت گرسنه است، بچت نون نداره بخوره، اون دزدیه، اون باید دستت قطع بشه. اما در راه اسلام اگر دزدی کنی، آدم بکشی، مال مردم بخوری، تجاوز بکنی، الله 1400 سال پیش اجازهشو صادر کرده تو یک کتابی به نام قرآن، امروز ندارم، نهی بردم اینجا، برای همین میزم بی برکته. الله گفته برو بکش، بزن، پاره پوره کن، 20% بفرست بالا، بقیهش مال خودت. هر از چند گاهی این 20% رو من براتون معنی کنم. در آیه 41 سوره انفال الله می فرمایند هر چقدر غنیمت به دست آوردین، غنیمت یعنی یارو رو کشتی مالشو بلند کردی، این غنیمت اللهیه، 20%شو بده به الله، رسول الله، مستضعفان کیان؟ در راه ماندگان، یتیمان، گرسنگان، همینجوری که خمینی همه رو داد به مستضعفان، حضرت رسول هم همین کاری کردن، همه رو دادن به مستضعفان. ولی پسر عموی ایشون علی ابن ابی طالب از هیچی یه دفعه بیلیونر شد، شاه مردانه، سرور آزادگانه، کسی نمیتونه حرفی را چه بهش بزنه. اگر بزنی آدم بدی هستی، اگه بگی برو زندگی حضرت علی رو بخون، آدم بسیار بدی هستی. باید همینجور ببعیوار هرچی آخونده میگه، مولام علی گفته، چشم، حرفی نداره، گردن اون از مو هم باریک داره. اما سرنوشت اون 20%، ببخشید مقدمه خود طولانی میشه، سرنوشت اون 20% چیه؟
ما 1000 نفریم میریم یه جا رو غارت میکنیم، آدم ها رو میکشیم، زن و بچهش رو برمیداریم، پولاش رو برمیداریم، گاو و گوسفنداشون رو برمیداریم. ما 1000 نفر مثلا 5000 گاو و گوسفند گرفتیم، 5000 گاو گرفتیم یا شتر گرفتیم. میخوام درست حالی خودم بشه، شماها میدونم حالیتونه. این 5000 تایی که گرفتیم به ما نفر چند تا میرسه؟ نفر 5 تا؟ نه آقا، دست میگرد. 1000 تاش مال الله. اون یه نفر که الله و خدا و رسول و اینا و بازماندگان و در راه ماندگان اینا، از اینی که ما جنگ کردیم اینجا گرفتیم 1000 تاش باید بره اونجا. خب من که جنگ کردم چند تا گیرم میاد؟ 900 تا؟ نه، 4000 تا تقسیم به 1000 میشه 4 تا گیر من میاد. الله 1000 تا میبره. حالا چجوری میاد میگیره؟ یه کسی هست جای خودش تعیین کرده که بگیره. من که جنگ کردم، همه این کارا رو کردم، ممکن بود کشته بشم، برم حوری خونه، 4 تا میبرم. اما در واقع وقتی نگاه میکنی، خمسشو بدین، بقیهش مال خودتون. محاسبه بسیار قشنگیه. امروز در قادسیه دوم ایران توسط اعراب فتح شد. البته اینا عربی هستن که خود عربا اینا رو قبول ندارن، میگن شماها آدم نیستین. الان تو کنفرانسایی که دارن میگن ایران جزء آدما حساب نمیکنن. اینا خودشون رو هی به عربا میچسبونن. بله، اونا اینا رو آدم حساب نمیکنن. این دفعه هم که اینا اومدن، خب ایرانو فتح کردن دیگه. وقتی فتح کردن، خمس و زکات و پیغمبر و امام و علی و حسن و حسین و اینا همه خودشونن. همه دزدیا مال خودشونه. برید سرنوشت پیامبران اماما رو بخونید، ببینید که وقتی که مقام سجاد علی ابن الحسین حمد و سوره رو یاد گرفت، به معلم او حضرت امام حسین چه مبلغی ایدی داد؟ 100 سکه طلا. بعض مالی خیلی خوب بوده. غارت ایران و روم خیلی پول آورده بوده، کتاب دستور الله. اینا هم همون کار دارن میکنن. این کارهای الله آسمونیه. الله آسمونی این دستورات رو داده. حالا امروز با الله آسمونی کار داریم. الله زیرزمینی رو اینا ساختن 1200 سال پیش، برای اینکه کسی کیس زخ بهش نرسونه، کردنش تو سرداب قاطی خیک روغن، بعدم غیبش کردن. بعد حکومت دینی الله آسمونی اومد اینو تو چای گمکرون پیداش کرد. امت همیشه در صحنه اعتقاد دارن، رفتن اونجا کاغذ انداختن. آخوندم هر روز صبح میره تای چاه ملاقات میکنه با امام زمان، صبحونه میخورن با هم. میاد بیرون، کاغذشو میگیره دستش، میگه امام زمان امضا کرده، درود بر شما ایرانیان، با هر تفکر سیاسی، هر باور مذهبی و هر گویش، با جز خیانتکاران به سرزمین و مردم ایران که خوشبختانه تعدادشون تا دلتون بخواد زیاد. اگر مسابقه وطن فروشی در دنیا بذارن، ایران نفر اول میشه. من اینجوری میبینم
ممکنه من خیلی بدبین باشم. مهدی اخوان ثالث در آخر عمر شعری گفت که میمونه همان اهریمن است الله، مهدی اخوان ثالث یا میم امید. سیاهکاران در میخانه ها بستند حافظ جان، خم و مینا و جام باده بشکستند حافظ جان. به مستان می انگور حدها میزنند آنان که از کبر و غرور و مکر سرمستند حافظ جان. خدا گویند و میگیرند جان و مال مردم را، خدا داند که بس نامردم و پستند حافظ جان. خدا کی نان جان با شرط ایمان میدهد کس را، کی خدا گفته تو باید ایمان بیاری تا من بهت نون بدم. البته این حرف مذهبیه، تا کار نکنی چیزی به دست نمیاری و خدا هیچی بهت نمیده. خدا که این نان جان با شرط ایمان میدهد کس را، چرا اللهیان این را ندانستند حافظ جان. خدا ما را از این الله اهریمن رها سازد، یقین اهریمن و الله همدستند حافظ جان. اگه همدست نبودن الله اهریمن رو خلق نمی‌کرد. همون اهریمن است الله و در این شک ندارم من، گواهم ایزدی ایرانیان هستند حافظ جان. ببین شبها چه تاریک است زیر پرچم الله، ببین مردم چه بدبخت و تهی‌دستند حافظ جان. سلامی کن به خیامون ابرمرد از من مسکین، بگو پستان در میخانه ها بستند حافظ جان. هر کسی به سهم خودش و با اون اندازه توانایی و از خودگذشتگی که داره حرفشو زده. بحثی داشتم دیروز با عزیزی، تلفن کرده بود، نمیدونم از کجا، نمیدونم اسمش چیه، چون معمولا همه میخوان اسمشون محفوظ بمونه. گفت این صحبتایی که شما میگی همه میدونن. گفتم همه نمیدونن، تو میدونی، اما یه چیزی رو بذار من اضافه بر اون باید بگم. گفت بفرمایید. گفتم که من میدونم که زیاد نمیدونم. من میدونم کسانی هستند که هزاران برابر من میدونند. من میدونم کسانی هستند که راه میرن و اگه اسم الله بیاد هر چقدر فوش داشته باشن میدن. من میدونم که شما بیشتر از من میدونید. فرق من و شما یه چیزه، شما میترسید حرف بزنید، من بلندگوی شما هستم. من دارم راهی رو به جوانان آینده نشون میدم که اگر یه نفر، مثال دارم براتون میگم، من باهاش موافق نیستم ولی این حرف رو تکرار میکنم، یارو تلفن میکنه و شروع میکنه فوش دادن به محمد و علی و حسن و حسین یا نسبتهای بد دادن. ببخشید اینو میگم، ببخشید این حرف من نیست، باهاش مخالفم ولی بهتون میگم. از ایران تلفن میکنه میگه محمد چوپون، علی قمکش، حسین شرخر، حسن خانم باز، نمیدونم علی ناخوش، یه حرفای اینجوری.
با این حرفا نمیشه با دین مبارزه کرد، این بدتر میشه، نکنید این کار رو. من میدونم تو داری دق دلی تو خالی میکنی، با دشنام با هیچ چیزی نمیشه مبارزه کرد. کسی که به محمد اعتقاد داره، وقتی تو بگی محمد چپون بدش میاد، حرف بدی نزدی، درسته حضرت محمد شبانی میکرده، چپون همون شبانه، هیچ فرق، اما با لحنی که تو میگی اون وقت نمیتونی کسی قانع بکنی که آقا حرف حساب من چیه. اینی که مسیر حرفا رو عوض کنید، یه مقداری دنبال منطق برید، دنبال دق دلی خالی کردن نرید. من اعتقاد ندارم اگه یه نفر بیاد جای من بشینه و شروع کنه به کسانی که برای مردم ایران و قسمتی از مردم ایران معتقدین به مذهب شیعه مقدسن و خودشون نمیدونن این مقدس یعنی چی، معصوم یعنی چی، اینا رو نمیدونن. میگه حضرت علی جزء 14 معصومه، آدمی که تو زندگیش بیش از 10,000 تا آدم، اینجوری که تاریخ ها دارن میگن، من 10,000 تا نمیگم، یه دونه آدم کشته، این معصوم نمیتونه باشه. اما او رو نمیتونی با این که بگی علی قمکش اینو چیز بکنی، اینو درستش بکنی، باید بیه با منطق باهاش حرف بزن. تازه حرفی که تو زدی نه فحش نه دشنام نه هیچی، ولی او بعدش میاد. ممکنه شما ها از حرف من خوشتون نیاد، این نوع فکر منه. به اون آقایی هم که گفتم که ببینید، نمیخوام بگم شما جرأت ندارید اینو بگید، شما ملاحظه کارید، شما امضا محفوظید، شما فکر میکنید اگر کاری بکنید دستوری بدید باید اجرا بشه. من نه دستوری میدم نمیخوام کسی اجرا بکنه. من با دلیل و برهان با شما صحبت میکنم. ببینید توی قرآن راجع به آسمان طبقه اول، طبقه دوم، طبقه هفتم من صحبت کرد، راجع به جهنم زیر زمین یا یه جای دیگه صحبت کرده. توی سوره هی از من میپرسن کجا خورشید در چیز رفته، یکی میگه من قرآن اینو گفته یعنی این. آقا من با شما دعوا ندارم، من همیشه میگم تفسیر کردن، تو میتونی بگی فاضلی نشسته اونجا هرچی میگه، معنیش این نیست که خودش میگه، معنیش اینه که من میگم، یعنی شما میفهمی من نمیفهمم. اون کسی که تفسیر میکنه قرآنو میگه خدا نفهمیده، خدا بیشعور بوده، محمدم نفهمیده، اینو تکرار کرده. اینه که من میگم درسته، اینه که این گفته یعنی این. اصراری هم ندارم کسی قبول کنه یا قبول نکنه. من حرفی رو که باید بزنم همون حرف سعدی، من اون چه شرط بلاغ است با تو میگویم، تو خواه از سخنم پند گیر و خواه ملال. امروز به هر بچه یک کلاس دوم ابتدایی راجع به کره زمین صحبت بکنی میفهمی چیه، یه چیزی مثل اینجا و اینجا فرو رفته، یه محور کجم داره، توی فضا معلقه، نه رو شاخ گاوه
نه تو دریاست نه هیچ. حتی ماهواره حکومت دینی هم که رفت آسمون تایید کرد زمین گرده، دیگه معجزه‌ام شد. در گرد بودن زمین و در فضا معلق بودنش ما هیچ کدوم نمیتونیم به هیچ دلیل، یعنی اگر این قبول نکنیم آدمی هستیم که میخوایم حقیقت رو قبول نکنیم، آدمی هستیم که میخوایم بگیم خورشید نور نداره، نمیدونم ماه از تو سوراخ دیوار میاد بیرون، از این حرفا میخوایم بزنیم. ولی حرف اصلی اینه که کره زمین چجوریه؟ وسط زمین هوا. آسمونی دور این نیست. یک حدی در حدود 60-70 مایل یعنی 100 کیلومتر اکسیژن و هیدروژن و ازوت دور این کره زمینی گرفته. نور خورشید که بهش میخوره، ما از اینجا که واسیم نگاه میکنیم این نور خورشید رو رنگ آبی میبینیم، چون تجزیه میشه بده ما میرسه. شما اگه تو کره ماه بری نور خورشید آبی نیست، برای اینکه این اتمسفر دورش نیست. از اینجام که بری بالا فضای لایتناهیه. آخه اینی که نمیشه منکرش شد. اما وقتی میشینی پای منبر آخوند میگه حضرت سوار دلدل شد یا بلبل شد، یه چیزی از قاطر کوچکتر، از اتاق الاغ بزرگتر، دو ترکه حرکت کرد به سوی طبقه اول، جبرئیل در زد. آخه طبقه اول کجا بود؟ یا دروغ میگه یا شنونده احمق پیدا کرده. ببخشید من به کسی توهین نمی کنم. امروز گفتم بچه کلاس دوم این مسئله رو خیلی راحت می فهمه. وقتی که تو میری شرح مسافرت حضرت رو به معراج می خونی، طبقه اول در زد، یارو گفت کیه؟ گفتش که منم جبرئیل. بعد قصه واسط میگه. میخواین معراج نامه ابن دیلاق و از فردا روزی دو صفحهشو براتون بخونم. ابن دیلاق همه رو گفت اما میترسید اسمشو بگه، اسمش محفوظ شد. در زمان محمد رضا شاه هم سانسور شد. من دارم کتابشو. ببینید دوستان عزیز، یه چیزهایی رو وقتی آدم نمیتونه باور کنه، خب یارو یا دروغ گفته یا از اصل دروغ بوده، بعد توی قرآن اومده. شما میخواین باور کنید؟ من گرفتاری ندارم. من اصلا حقی ندارم به شما بیام بگم آقا باور نکنید، اما از من نخواه که منم باور کنم. این حقیقت به این عریانی رو من تنها نمیدونم، میلیون ها آدم میدونن، اما میترسن بگم. دوست عزیزی که دیروز به من تلفن کردی، فرق من با تو همینه. تو چسبیدی به دنیا، تو تقیه میکنی، تو میترسی حرف تو بزنی، ممکنه بکشنه. بکش. مگه تو تا آخر دنیا زنده میمونی؟ تفاوت من عزیزم با تو همینه، و الا تو بیشتر از من میدونی. تو فرهیخته ای، تو کتاب خوندی، من یک دهم تو نمیدونم.
اما فضل و هنر ضایع است تا ننمایند، عود بر آتش نهند و مشک بسایند. عود اگر آتشش نزنی، اگر خودش رو نسوزونه، بوی خوب به تو نمیتونه بده. و مشک باید بسابیش تا از بین بره، تا تو بوشو بشنوی. شمع باید خودش رو فدا کنه، آب شه قطره قطره بریزه تا تو روشنایی داشته باشی. تفاوت فقط همینه، تفاوت چیز دیگری نیست. ببخشید، من اول برنامه میخواستم از شما دوستان سپاسگزاری کنم که به حرفهای روز جمعه من جواب دادید از جاهای مختلف. من چیزی نمیخوام جز این که خرج برنامه بگذره. من هیچ چیز از کسی نمیخوام. من از کسی هیچ پولی قبول نمی کنم برای خودم. از شما دوستانی که از ایران، یا آقای تلفن کرده نه ایمیل نوشته بود که من، یا تلفن کرده بود یادم نه، تلفن و ایمیل انقدر شده روز شنبه و شنبه که من اصلا واقعا نمیدونم چی بگم. خیلی 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 محبت کردن همه. اما اون کسایی که از ایران نمیدونن چجور کمک بکنن و توانایی کمک دارند، خودشون میتونن راهی رو پیدا کنن. شما گفتم یه نفر از ایران تلفن کرده به یکی از رفقاش اینجا، گفت آقا $600 برو کمک کن. و اون کمک به من رسید. آقایی که در ایرانی دست درد نکنه، خانمی که در ایرانی که 50 یورو فرستادی توسط دوستت در امریکا، دست درد نکنه، رسید اینا به من. و من رو سرفراز کردید. عیب از منه، من نمیگم. هر وقت گفتم شماها اومدید به یاری من. در ایران جایی هست، سیستمی هست به اسم istgah.com. شما میتونید اونجا کارت ویزا بخرید، کارت نمیدونم مستر کارت بخرید، از این چیزا میفروشه. جایی شما که تو ایرانی بهتر میتونید خیلی راحت میتونید اون کارت رو بخرید، شمارهشو برای من بفرستید، بعدم اون کارت من زین دور اینا چیز نداره. یا همه با این 5-6 میلیون آدمی که بیرونن، یک کسی رو بیرون دارند. حتما نباید برای من پول بفرستید، توسط دوستانی که بهشون اطمینان دارید بفرستید. چون الان متوجه شدم که توی ایران بیشتر دلسوزی میکنن برای این کار، از این تلفن هایی که این دو روزه گرفتم. خیلی خوشحال شدم، چون من همیشه دوست داشتم در ایران شنونده داشته باشم. نمیگم در خارج مسئله نیست، در خارج کمک میکنن، اما اینها دسترسی به اطلاعات، دسترسی به کتاب بیشتر دارند تا اونایی که در ایرانند. همه باید کمک بکنیم این درختی رو که، این نهالی رو که من کاشتم درخت بشه. میوه این درخت رو من نه میخوام بخورم، نه عمرم میرسه که بخورم. ولی این کاری رو که داریم با هم میکنیم، این نهالی رو که داریم با هم آبیاری میکنیم و بزرگش میکنیم، آینده ایران نوه نتیجه ما میبرند. ما همیشه نباید فکر بکنیم این کاری رو که میکنیم، اون شعر معروف
فرسمیران نوشروان چو چیری به ره در چون کمانی دید پیری درختی چند می بنشاند آن پیر شهش گفتا چو کردی موی چون شیر تو روزی چند باقی بی نمانی درخت از بهر که تو می نشانی تا آخرش می دونید که پیر در آخر گفت ای پادشاه دیگران کاشتند من خوردم من می کارم دیگران بخورند من برای خودم نمی کارم وقتی که یه چیزی رو یادم اثر می زاره با جون میاد با مرگ میره من تمرین عیاری نکردم من تمرین جوانمردی نکردم من تمرین هیچ کاری نکردم هرچه هست این مجموعه ایست که اینجا در خدمت شما نشسته در مقابل کاریم که میکنم نه مزد میخوام نه بارک الله میخوام نه تو تاریخ میخوام برم نه اسمم میخوام جاودانه باشه هیچ کدوم اینا رو نمیخوام هرچی شد شد فکر میکنم امروز وظیفه به گردن من قرعه به نام من افتاده که این حرفها رو بزنم مقدار زیادی بعد از این 1400 سال ایشالله ماشالله از این مغز ما بیاد بیرون در کف مردانگی شمشیر می باید گرفت حق خود را از دهان شیر می باید گرفت توی کارهایی که من می کنم این گروه نادرشاه بزرگ برای من مرتب ایمیل می فرسته یه عده عقایدی دیگری دارند یه عده حرفایی می زنند خود اینها حرفایی می زنند حرفایی که می زنند برای من خیلی زیاده که اگر اون روز مردم به ما کمک بکنند ما همون روز گلوی حکومت رو می فشاریم و خنجروار فرو می ریم من یه مقداری سخت برام یه گروه 2-3 هزار نفری بتونن این کار رو بکنن ولی هیچ کاری محال نیست حتما نمیگم این کار انجام میشه حتما نمیگم شماها برید ولی به عنوان یک پیام رسان پیامهای اینا رو به شما میرسونن شما دنبال کار خودتون باشید اینجایی که من برنامه اجرا میکنم اگر دری رو کسی باز بکنه این صدایی که شنیدید میاد و الان که من داشتم با شما صحبت میکردم یه کسی این در رو باز کرد ببینید من توی چه اتمسفری توی چه زندگی دارم زندگی میکنم ولی تذکرم بر نمیدارم با جوانی صحبت میکردم میگفت اینا آقا مطمئنه من برم اونجا گفتم عزیزم من کجا میدونم مطمئنه یه دی دعوت کردم خودتون میدونید چهارشنبه سوری روز سه‌شنبه 27 اسفند ساعت 5 بعد از ظهر این آدرسی که اینا دادن چهارراه نظام آباد تقاطع مدنی و سبلان ابتدای سبلان شمالی خط 2 متروی ایستگاه سبلان لازم است همگان بدانند که این خط از مرکز شهرستان کرج تا شرق تهران ادامه دارد و مردم کرج باید از این فرصت استفاده کنند که توانایی خودشان را به جوانان تهران نشان بدهند یارو به من گفت یکی از کسی ببینید خیلی ها صحبت میکنن گفت آقا اینا اطلاعاتی هم گفتم من نمیدونم شاید هم باشه اما وزارت اطلاعات آدم احمقی باید باشه که با این تبلیغات یه مرتبه بخواد 100 هزار نفر اونجا جمع کنه وزارت اطلاعات از برگزاری یک خاکسپاری که 200 نفر توش جمع بشن میترسه این حکومت از جمع شدن شماها میترسه
اگر همتی بشه. اصلا اینا اطلاعاتی هم. دیگه از این بالاتر که نمیشه که. اطلاعاتی هم دارن من تو رو گول میزنن. اما اگه 100,000 نفر اینجا جمع بشه، کدوم اطلاعاتی حریف این 100,000 نفر میشه؟ اگه 100,000 نفر جمع بشه، اگه 50,000 نفر جمع بشه، چی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟ باز حق با شماست، ممکنه اینا اطلاعاتی باشن. من جور دیگه فکر میکنم، شاید من اشتباه میکنم. شما که تو ایرانید بهتر از من میدونید. من به دقت اینو میخونم، شما گوش بدید. اگر جای ایراد میبینید خودتون تکلیف خودتون رو روشن کنید. از این افراد تقاضا میشود که ما را در آن روز یاری کنند و تا رسیدن روز مورد نظر سعی کنند راجع به گروه ما و قصد آن برای براندازی سخت و سریع اطلاع رسانی کنند و افراد را برای آن روز به تهران دعوت نمایند. لطفاً از کسانی که یکی از اعضای خانواده او توسط این آخوندها کشته شده و کسانی که یکی از اقوام نزدیک آنها زندانی است، کسانی که نزدیکانشان در کشورهای بیگانه پناهنده و یا در اردوگاه ها دچار مشکلات شدند و کسانی که در تعقیبشان هستند، کسانی که اموالشان غارت و مصادره شده و تمام کسانی که در مورد ظلم حکومت که مورد ظلم حکومت قرار گرفتند و ناراضی هستند، از تمام دخترها، پسرها، پیرها، جوانها، میانسالها، زن و مرد و تمام ملت سراسر ایران که ناراضی هستند میخواهم که به ما بپیوندند. فکر نکنند که آنها که 22 بهمن می روند داخل خیابان برای حمایت اینها می روند، بلکه به خاطر تماشا و خوراکی که توزیع می شود و اضافه کاری و اتوبوس مجانی و این همه تبلیغات که باعث کنجکاوی شود و بعضی برای تماشا می روند که ببینند که چه خبر است. اگر می خواهید که مخالفین را ببینید، برای آنها هم تسهیلات قرار بدهید و مخالفت نکنید. ببینید چه کسی نمی آید. باید در شرایط برابر مقایسه شوند. از تمام کسانی که نام برده شد و تمام کسانی که با اینها مخالف هستند می خواهیم از سراسر کشور به تهران بیایند و سعی کنند تمام افراد فامیل و دوست خود را بیاورند. در این عملیات مردمی ما کمک تمام کسانی که صدای ما را می شنوند از سراسر ایران سعی کنند در همان لحظه با پیامک دوستان خود را مطلع کنند. اگر پیروزی را می خواهند باید هم اطلاع رسانی کنند، هم در هنگام لحظه سرنوشت ساز که این روزخانها در تهران با ما همراه باشند. ما در شهرهای دیگر برنامه لازم نداریم، فقط تهران به نیرو احتیاج داریم که در همون ساعت اول حکومت را به زانو درآوریم و این کار را انجام خواهیم داد. به قول شما که این روزخانهای در ساعت اول حرکت کفش ها را زیر بغل می گذارند، عبا را دور کمر می پیچند و فرار می کنند. وقتی اینا رو برای من می‌نویسه میگه اینا رو رویر بخون، این برای من بوی وزارت اطلاعات نمیده. باز هم به شما میگم شاید من اشتباه میکنم. اینی که این اطلاع رسونی رو حیف هم اومد که نکنم. ما برای سرنگونی اینها فکرهای زیادی داریم که برخی از آنها مربوط به مدیران و وزیران فعلی می باشد که در لحظه‌ای که ما اعلام می‌کنیم باید فوراً کنارگیری کنند، پست خود را به اشخاصی که نام می‌بریم تحویل دهند، به خصوص کلیه فرماندهان نیروی انتظامی که باید تمام آنها هم در زمانی که اعلام خواهم کرد استعفا بدهند، یا افرادی که اطاعت کنند به شایستگی رفتار می‌کنیم.
حتی ممکن هست که به آنها پست خوب و مناسب تر سپرده شود. من نمیدونم اینا از کجا آمدن و قرص صحبت میکنند. در انگلیسی یک جمله هست میگه It's too good to be true. میگه اینقدر خوبه که آدم نمیتونه باور کنه. باز قضاوت رو من میذارم به گردن شما که در قلب آتش هستید، نه من که از دور دستی بر آتش دارم. لازم هست همه بدانند ما اولین کسانی هستیم که قول براندازی میدهیم و تا آخر پیش میرویم. تمام کسانی که از سراسر کشور به تهران برای کمک به ما بیایند بدانند که ما پس از شروع حمله تا سرنگونی کامل رژیم لحظه ای توقف نمی کنیم و تا کار به اتمام نرسد آن را دنبال می کنیم. همه برنامه ریزی کنند که تا آخرین لحظه با ما باشند و پس از پیروزی هم کسانی که می توانند باید در اداره کشور به ما کمک کنند و کلیه وسایل رفاه برای آنها فراهم خواهد شد. باید در دستگاه های مختلف به ما کمک کنند. راجع به حقه کثیفی که برای از کار انداختن فرزندان این کشور استفاده شده بگویم که اینها با سیاست جوانان ما را خانه نشین کردند و خودشان هر کاری میخواهند انجام میدهند. این سیاست کثیف را با پخش مواد مخدر بین جوانها به اجرا گذاشتند، تمام را زمینگیر کردند و ما برای برهم زدن نقشه آنها به تمام کسانی که برخیزند و به ما و خودشان کمک کنند فرصت بال کشیدن و پرواز و رهایی از مواد را می دهیم و برای بکارگیری فرزندان این میهن نیاز به مدارک تحصیلی و دیگر توانایی آنها داریم و به سوء سابقه و اعتیاد آنها کاری نداریم. ما با آنها فرصت می دهیم که خود را ثابت کنند و به زندگی دیگری وارد شوند تا سیاست کثیف آنها را خونسا کنیم. باید این افراد با فعالیت روزانه اعتیاد خود را درمان کنند و مواد را فراموش کنند. کسی چهارشنبه سوری یادش نرود. تقاطع تهران، چهارراه نظام آباد، تقاطع مدنی و سبلان، ابتدای سبلان شمالی، خط دوی مترو، ایستگاه سبلان. لازم هست که همگان بدانند که همونی که گفتم از کرج میاد. ببینید این چیزی که این نوشته، من عیناً بدون اینکه یه جملهشو عوض بکنم، یه واوشو پس پیش بکنم، برای شما گفتم. اگر کسی این کار رو داره میکنه، من چون همیشه به اون یک نفر اعتقاد دارم، همیشه گفتم از بین شماها یک کسی بلند میشه. حتما نمیگم این آدم موفق میشه، ولی بذارید این امید رو من داشته باشم که ما هنوز در ایران بابک داریم، یعقوب لیث داریم. ما اگر ایران رو بخوایم نجات بدیم، از داخل ایران کسی باید جانش و کف دستش بگیره و این کار رو بکنه. آزادی هزینه داره. ممکنه آدم رو بگیرن، ممکنه بکشن، ممکنه هر کاری بکنن. ممکنم هست 1% موفق بشه، 10% موفق بشه، یا 100% موفق بشه. من نمیدونم. من خبر رسانی میکنم، حرفایی که میزنه از نظر من بوی وزارت اطلاعات نمیده، برای اینکه وزارت اطلاعات کار احمقانه ای میکنه اگه بخواد 50,000 نفر یه جا جمع کنه. یا این که من خوشبین نگاه میکنم به این مسئله که 50,000 نفر میرن اونجا. خودتون با همدیگه مشورت کنید، گروه های تشکیل بدید، ببینید اگر یک مرتبه همه هجوم ببرن به یک جا این بهتره، یا جنگ های خیابانی 10 تایی، 20 تایی، 30 تایی، 50 تایی. خود دانید. من تنها کاری که کردم، یه روزی بهتون گفتم وجاهت رو، وجاهت ملی رو توی گور با خودم نمیخوام ببرم. چیزی که اینجوری
به من میرسه و روش فکر میکنم. میگم رضا اینا رو صحبت بکن. بعد تصمیم رو بذار به گردن خود مردم. بازشون کن. ببینید پاشنه آشیل کشور ما، مردم ما ندانستنه. مسئله این ندانستن این نیست که اگر من بگم آقا تو در این مورد نمیدونی، شما نادانی. نه، من خودم اگر فردا صبح مثال به شما بگم لوله آب خونم بترکه، من نمیدونم چی کار کنم. روز اولی که وارد میشم توی خونم باید برم ببینم که این آب رو از کجا میشه بست، چون اولین کاری که باید بکنی وقتی لوله آب خونت میترکه باید بدی مرکز رو ببندی. اگر من ندونم اونجا کجاست، خونه من آب میگیره. حالا اگر من راجع به این مسئله نادانی داشتم، این دلیل این نمیشه که فرض کنید من نیمرو هم بلد نیستم بپزم. اون کار بلدم، این کار بلد نیستم. توی ضرب المثل های خود ما در فارسی همه چی میگیم؟ همه چیز همگان دانند و همگان هنوز از مادر نزادند. این مسئله که امروز براتون راجع به معراج و نمیدونم کره و طبقه اول و طبقه دوم و بخونید ببینید این آسمون رو با این میخای نقره‌ای یهوه و الله چسبوندن. خب اگر این حرف از نظر یک آدمی که کلاس ششم ابتدایی تصدیق گرفته حرف احمقانه‌ای باشه، تو هر کتاب مقدسی نوشته شده باشه احمقانه است. تو میترسی بگی تو کتاب مقدس حرف احمقانه نوشته شده؟ من نمیترسم. تو میترسی بگی که ای بابا مگه میشه با گل یه مجسمه درست کرد فوت کرد تو دماغش حیات به وجود اومد؟ سیستم گردش خون، سیستم کار قلب، سیستم کار کبد، سیستم کار معده، سیستم کار لوزالمعده، سیستم کار طحال، سیستم کار کلیه، سیستم کار دفع، سیستم کار دفع مواد آبکی، سیستم زن و مرد، آخه اینا رو که نمیشه با یه فوت کردش توی مجسمه یه گلی. تو هر کتابی نوشته، مزخرف نوشته. حالا ای تو بگو مقدسه، مقدس باشه. آقا تو این عقل من میگه این حرف مزخرفه. تو میترسی بگی؟ من نمیترسم. کسی که این اومده چپونده به من شالاتانه. آقا من میگم فکر کن. من نمیگم حرف من قبول کن. من میگم بشین فکر کن. اینا که من برات گفتم یه بار دیگه اگه بگم همه رو خسته بکنم، برو یه کتابی بگیر ببین سیستم مغز چی کار میکنه، ببین دندون چی کار میکنه، ببین زبون کوچیکه حلقته به چه دردی میخوره، ببین ریهات به چه دردی میخوره، ببین این اکسیژنی که تو نفس میکشی به چه وسیله‌ای میره به همه جای بدنت میرسه. چون اگر یه دم فرو دادی باز دم نداشتی میمیری. نه فوت کاری میکنه، نه تلمبه باد کاری میکنه. اون
ببخشید این لغتی که میگم، اون کسی که آناتومی خونده و بعد این فوتو قبول میکنه آدم احمقیه، آدم بیشعوریه. او خودش میگه من دکترم. ممکنه پزشک خوبیم باشه ولی از شعور فاقده، برای اینکه اون حداقل رفته ببینه این نسوج چیه، استخونا چیه، استخونبندی چیه، مفصلا چیه، اینا رو مجبور بوده بخونه، بعدم بره قبول کنه که این گله رو فوت کردن توش، همه اینا درست شد، بعدم دنده اینه در آوردن مالیدن به همدیگه، یه زن خوشگل در اومد. خب نمیدونم، میخوام باور کنیم باور کنیم، اصرار ندارم، اما به من نگید باور کن، من نمیتونم. بعدم اگر یه کتابی تو آسمون چاپ شد افتاد پایین، یه تیکش مزخرف بود، از کجا معلومه همش مثل این نیست؟ همه معجزات در 3000 سال پیش، 2000 سال پیش، 1400 سال پیش صورت گرفته، امروز صبح تا شب مثل سگ باید آدم جون بکنه، کار بکنه، یه لقمه نون در رو بخوره. یه کسی نمیاد معجزه کنه که منو تو بیابون بگردونه، من بهم بده بخورم یا سلو بهم بده بخورم. فقط 3000 سال پیش این اتفاق میافتاد. این 40 سالی که اینا تو بیابون میگشتن، مستراشون کجا بود؟ سه میلیون نفر 40 سال دور خودشون گشتن. محمد ابن عبدالله هم اومد همه رو تایید کرد، گفت اصلا یهوه نبوده، الله بوده اون وقت. اصلا یهوه اسمش همون الله بوده، اونا عوضی میگن یهوه. نمیدونم، شاید من نمیفهمم، شاید اصلا بی خودی من رفتم این چیزا رو خوندم، میرفتم آواز میخوندم، ساز میزدم، الان همه تون کیف میکردی، دیگه احتیاجم نداشتم بگم بیان کمک کنین که من اینایی که خوندم با مردم در میون بذارم، نسل آینده یه چیزی بفهمه. خودتون میرفتین تو صف وای میسادین، یه صف یه خانواده 10 نفری، 2000 دلار خرجتون میشد، بیان کنسرتم رو ببینین و برگرد. یزدان که گر ما خرد داشتیم، جا این سرانجام بد داشت. تا فردا صبح خرد نگهدار شما باد، انقدر خوب و عزیزی که به هنگام وداع حیفم آید که تو را دست خدا بسپارم. بدرود و پایان‌گذاری.